دوستان و همراهان همیشگی درود بر شما. امیدوارم هر جای دنیا هستین دلتون شاد، لبتون خندون و ایام به کامتون باشه. از آنتالیا در خدمت شما عزیزان هستم. محل و حضور جامع وحدی حمله سال 2024 محمد رضا رستمی دلاور کشورمون با دونده قرمز تازه 72 کیلوگرم در مقابل کشتیگیری از روسیه قرار گرفته. دور اول کشتیگیری ما به دیمیتری آدموف روس کشیش رو واگذار کرد، حریفش رفت فینال و باید در شانس مجدد کشتی بگیره. ببینیم چه خواهد کرد کشتیش رو به یه حریف حریف روس کشتی اولش رو واگذار کرد. باید بریم در دور دوم بتونه انتقامش رو از روس‌ها بگیره. ما امروز روس‌ها و ترکیه رو قلع و قمع کردیم. روسیه و ترکیه حریف اصلی ما در قهرمانی از نظر تیمی هستش. یک پدی کشتی رو نگه می‌دارن. احساس ناراحتی می‌کنه کشتی روسیه. خب به کشتی برمی‌گردن و کشتی باید یک پدی سرشاخ آغاز بشه. محمد رستمی دلاور شیرازی ما تا به اینجا کار بهتر کار کرده. باید به کشتیگیر روس به زودی اختار رو بدن اگر همینطور ادامه بده. یک باید دست رو زیر کرد رو به جلو. کشتیگیر روس کاملا رو به عقب داره حرکت میکنه. یک باید سعی میکنه دست رو بکشه ولی روس کاملا دستش رو مهار کرده. داور نشون میده که دوبنده آبی کمکار هستش. خواسته کمکاری و مورد تایید قرار میگیره. حالا باید در خاک دلاور کشورمون بنشینه. محمد رستمی برنز جوانان جهان تو کارنامه خودش داره. تو فینال اونجا تونست اسماعیل گل ترک رو شکست بده در رده بندی و به برنز برسه. کشتی روس داره جابجا میشه. اجازه نمیده که کشتی مسلط بشه. کاملا رو به جلو داره حرکت میکنه. داور میتونه اختیار بده به کشکی روس. میتابونه و باراندازش رو میزنه. هنوز رها نکرده. راحت بارانداز کن. میتونه باز هم بندازه. بارانداز بزنه. لیف میکنه. یک بار دیگه. باید میاد بالا یا نه. بله. به هر ترتیبی هست بارانداز رو میزنه. رها نمیکنه. دو تا بارانداز دیگه بزنه کار تموم میشه. یک بار دیگه لیف میکنه. فشار زیادی میاره و دیگه انرژیش تحلیل ده. بچه کشی 5-0 میشه. خوب شروع کرد. کشکی روسی که یه جوره انگار انگیزه برای کشتی نداره. ببینیم در اول کشورمون برمیگرده به گود و به روی سکو میره یا نه. تا به اینجور کار که عالی کار کرد. کشتی اولش رو واقعا دور از انتظار ظاهر شد. محمد رضا رستمی دست زیر کت یه رسی سعی میکرد اداره کنه و کشتی رو ساعت توشک خارج کنه. کشتی همچنان 5-0 45 ساله تا پایین 3 دقیقه قبل کشتی زمان داریم. مرزا رستمی مرزا جوانان جهان طلای بازی های کشوری اسلامی در گونیه 2021 طلای قهرمانی کشور طلای جوانان آسیا عناوین و مدال های استش که تو کارنامه رنگین خودش داره. مرزا رستمی یک بادی رو به جلو میرفت که کشکی رو ساعت تشک خارج کنه. همچنان چه 5-0 15 ثانیه تا پایان کشتی زمان داریم. خب 3 ثانیه وقت استراحت فرا میرسه. ببینیم چه تاکتیکی در نظر میگیرم برای 3 دقیقه دیگه. بچه ها مربی ها همه رفتن تو سالن وارماب که استراحتی بکنن غذایی بخورن. تا الان بلافاصله نیم ساعتی که فکر میکنم ساعت 5 دیگه فینال ها آغاز خواهد شد. عزیزانی که به تازگی به جمع پیوستین لطفا کانال رو سابسکرایب کنین. برای حمایت از ما فقط کافیه که کانال رو سابسکرایب کنین. همینجوری ویدیو رو تماشا نکنید. دوست داریم که لذت ببرید ولی فقط کافیه برای حمایت از ما کانال رو سابسکرایب کنین. و حالا اگر دوست داشتین لایکی کامنتی من حتما باید اسم دکتر دبیر رو بیارم تا شما کامنت بذارید. نمیدونم واقعا چه باید بکنیم ولی خب در هر صورت امیدوارم که بچه های ما برسن به سکو اون هم مدال طلا و دل همه مردم
ایران من و شما شاد بشه. ببینید چه میکنه دست دقیقه دوم. کشتی روس اومده سرعت رو بالا ببره ولی خب قدرتش نمیچربه به ممرزا رستمی. اگه هم بخواد اختار بدم واقعا سریقه دوم هم باید به کشتی روس اختار بدم. بهتر داره کار میکنه رو به جلو. داور نشون میکنه میخواد به کشتی ما اختار بده و مورد تایید قرار میگیره. کشتی روس خسته است. فکر نمیکنم در خواهد بتونه کاری از پیش ببره. کشتی شانس مزدتر وزن 72 کیلوگرم. جایی که ما رضا گرایی رو توی این بس فرستادیم صوفیا بلغارستان. ببینید چه قطع کاملا دستان گلاب کرده میره برای مارانداز. فشار زیادی به دندانهای کشتیگی ما میاره و به هر ترتیبی از مارانداز رو میزنه. دیگه نباید مارانداز بخوره. دیگه نباید مارانداز بخوره. یه لحظه نیمکیر کرد. یه پردی فشار زیادی داره میاره و باز هم مارانداز رو میزنه. دیگه باید رو کنه. رستمی یه لحظه میره رو پل گیر کنه. هنوز رها نکرد کشتیگر روز. نتیجه کشتی 5-5 ولی با همین نتیجه هم کشتیگر روز برنده است. دستان رو کاملا گلاب کرد. باید خودش رو رها کنه. ممرزا رستمی. کشتیگر روز خسته از کشتیگر ما هم خسته نشون میده ولی سرحالتر از کشتیگر روزه. ببینید چه قرار کردن ادامه کار. نیچه کشتی 5-3 5-5 متاسفانه 4 گوشه تشک تایمر نداریم. فقط یه گوشه اونم سمت راست تصویر بالا. اگه زوم کنیم تابلوی زمان سنج رو نمی‌بینیم. اگر هم به این حالت ویدیو بگیریم که تصویر خیلی دور نشون میده. همچنان تو سرشاخ نسته هم کار میکنم. ما بهتر که امتیاز هم بگیریم برنده هستیم. بهتر که 20 ثانیه آروم کنه کشتی رو، نفس بگیره، تمرکز کنه. 30 ثانیه پایانی هم میتونه یک امتیاز از کشتی بگیره. حالا سعی میکنه کشتی روس رو اتشک خارج کنه. حالا کشتی روس با بدلکاری سعی میکنه کشتی ما رو یه بیرون تشک ادایت کنه. حالا کشتی گیره ما فشار زیادی میاره و وای کاملا فن در اختیار کشتی گیره ما بود. خیلی راحت تسلیم شد کشتی گیره ما. کاملا بریده اصلا آماده نبود متاسفانه. ما مرزا رستمی دور از انتظار واقعا ظاهر شد. چند ماهی از کشتی ها از میادین دور بود. متاسفانه آمادگی خودشو نداشت. 7-5 ثانیه پایانی و رستمی هم رها کرده با اینکه کشتی روس خسته شده. یه دوتایی بزن دیگه. 20 ثانیه زمان داریم فقط. کشتی روس کاملا رها کرده کشتی رو. خیلی راحت داره میره بیرون تشک رستمی. ندیه رستمی تموم شده. متاسفانه کشتی رو واگذار میکنه. بله تسلیم میشه قبل از اینکه زمان به پایان برسه. خب دوستان تا دور دیگر. البته فینال های امروز بعد از ظهر. بدرود.
بودتر.